هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در 23 دسامبر 2008 گزارش‌های مربوط به استفاده ایران از پیوندهای نزدیک خود با ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل و ارسال قطعات موشکی به سوریه از طریق خطوط هواپیمایی ونزوئلا را رد کرد. چاوز گفت این اتهامات بخش از تبلیغات خصومت‌آمیز همیشگی علیه ونزوئلا است. در گزارش منتشر شده در روزنامه ایتالیایی لاستامپا در روز 21 دسامبر آمده بود ایران از شرکت هواپیمایی کانوایسر ونزوئلا برای انتقال ماشین‌آلات، رایانه و قطعات موتور جهت استفاده در موشک به سوریه استفاده کرده است. ایران و ونزوئلا که علناً منتقد آمریکا و متحدان غربی آن کشور محسوب می‌شوند، پیوندهای دو جانبه خود را ظرف چند سال اخیر افزایش دادند. چاوز از زمان در دست گرفتن قدرت در سال 1998 تا کنون 5 بار از ایران دیدار کرده و همکاری‌های اقتصادی با این کشور را توسعه داده است. در گزارش روزنامه ایتالیایی آمده است که قطعات از سوی گروه صنعتی ایرانی شهید باقری تأمین شده است که به موجب قطعنامه شماره 1737 به دلیل شرکت در برنامه موشک دوربرد ایران مشمول تحریم شده است. علاوه بر این ایران از خط هواپیمایی ونزوئلا برای انتقال تجهیزاتی استفاده کرده است که آن کشور به موجب تحریم‌های سازمان ملل قادر به خرید آن از بازار آزاد نبوده است. گزارش می‌افزاید نهادهای اطلاعاتی غربی مسافران و تجهیزاتی که در مسیر تهران دمشق کاراکاس تردد می‌کنند را از نزدیک تحت نظارت قرار دادند. لاستامپا نوشت ایران در عوض تامین هواپیما از سوی ونزوئلا دست به اعزام اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واحدهای نیروهای قدس وابسته به آن برای آموزش و تجدید قوای پلیس ونزوئلا و سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور زده است. روابط بین ایران و ونزوئلا در روز 27 اوت 2008 نیز در اخبار منعکس شد وقتی روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد که مقامات مبارزه با تروریسم غربی در مورد استفاده گروه حزب الله که از پشتیبانی ایران برخوردار است از ونزوئلا به عنوان پایگاهی عملیاتی در آمریکای جنوبی نگرانند. این روزنامه به نقل از یکی از مقامات که نخواست نامش فاش شود نوشته است که ممکن است حزب الله با استفاده از روابط نزدیک ونزوئلا و ایران سعی در انتقال افراد و تجهیزات به آمریکای جنوبی داشته باشد. روابط بین دو کشور از سال 2006 با امضای موافقتنامه دو جانبه از سوی چاوز و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران استحکام یافت. در مه 2008 تهران و کاراکاس از تأسیس یک بانک مشترک خبر دادند و یک ماه پیش از آن دو کشور 15 موافقتنامه همکاری در زمینه‌های انرژی، ساختمانسازی و کشاورزی امضا کردند.